سطور مرزبندی نامه آنان را بخواند، وجدانش به خروش در می آید. یک سو نهایت پستی و شقاوت و سوی دیگر مجاهد خلق با همه ارزش های والایش که در ایثار و صداقت خلاصه می شود. آقای گیلانی، مصاحبه شما را در رابطه با اعدام های ناجوانمردانه، ضد انسانی و ضد اسلامی برادران و خواهران مجاهدمان شنیدیم. شما در حالی که امیرالمؤمنین خود را تالی عصمت می‌خواندی، برای عوام فریبی و سرپوش گذاشتن روی جنایاتی که تاریخ کمتر به یاد دارد، از هیچ دروغ و تهمت و افترایی نسبت به بهترین فرزندان اسلام و خلق فروگذار نکردی. به خواهر 13 ساله معصوم ما هم رحم نکردی و از آن هم فراتر رفتی و برای پاک کردن گناهانشان عوام فریبانه برای این همه کشتار توجیه شرعی اسلامی تراشیدی و بر خدا دروغ بستی و من ازلم و ممن افترا علی الله کذبا. و چه کسی ستمکارتر است از آن که بر خدا دروغ می‌بندد؟ مطمئن باشید که هرچه بیشتر از ما اعدام کنید، شکنجه کنید، حقانیت راه ما و راه شما بیشتر روشن خواهد شد و خواهران و برادران بیشمار دیگری جای آنها را پر خواهند کرد. اینک در همین جا این جانبان کاظم و مهدی، فرزندان شما محمدی گیلانی، حاکم ضد شرع بیدادگاه های ارتجاع حاکم، اعلام می‌کنیم که به مصداق رهنمودهای قرآنی لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان، اگر پدران و برادرانتان کفر را بر ایمان برگزیدند، آنها را اولیا و دوست خود نگیرید. پس از اینکه دستهای شما به خون پاک برادران و خواهران مجاهدمان آلوده شد، دیگر هیچ رابطه‌ای با هم ندارید. شما نمی توانید حب و عشق من را نسبت به اسلام و فرزندان راستین آن یعنی مجاهدین از ما بگیرید و از ادامه مبارزات برحق من جلوگیری نمایید، ولی مطمئن باشید راهی را که برگزیدیم و اسلامی را که شناختیم به این تهدیدها و تطمیعها و توجیهات از حرکت نمی ایستند. پس شما بگویید که مردم چگونه اعتراض خود را نشان بدهند. شما که نمی گذارید نشریه چاپ و توزیع کنند، اعلامیه بدهند، شما که نمی گذارید، شما که تمام راه ها را به رویشان بسته اید، و آیا این روشنترین نشانه هراس شما از حقیقت و از مردم نیست؟ شهادت کاظم قهرمان گواه روشن حقانیت و اصالت مقاومت انقلابی مسلحانه فرزندان مجاهد خلق بود که دامنه آن تا اعماق توده های خلق گسترش پیدا کرده و حتی در بیوت نزدیکترین دستیاران خمینی جلاد هم راه یافته و هر جا قلب و وجدان پاکی وجود داشته آن را تسخیر کرده است. این واقعیت را کاظم 1 سال قبل از شهادتش و ضمن همان اطلاعیه‌ای که به اتفاق برادر مجاهدش صادر کرد چنین بیان کرده بود: اینک ما کاظم و مهدی در همین جا اعلام می کنیم که آماده ایم تا در بیدادگاه شما با خونمان بر محکومیت تاریخی شما و اسلام معاویه‌ای و همچنین بر حقانیت مجاهدین خلق ایران و اسلام اصیل شهادت دهیم، همچنان که آنها شهادت دادند، به شرط اینکه در این بیدادگاه قاضی شرع خود شما باشید و اعلام کنید ما کاظم و مهدی به دلیل مکلف بودن به داشتن اعتقادات مجاهدین و بیعت نکردن به رژیم خمینی و خروج بر علیه او به اعدام محکوم شده ایم. مطمئن باشید که پس از اعلام این حکم از سوی شما برای ادای شهادت حاضر می شویم. ما با همه وجودمان یقین داریم
که سرانجام سرفکندگی در برابر خلق و محکومیت تاریخی نصیب شما و شرهگونه های نظیر شما خواهد شد و یقین داریم که عزت و سرفرازی از آن مجاهدین خلق فرزندان راستین اسلام است. همچنین ایمان داریم که در روز بازپسین و در پیشگاه عدل الهی به جرم خیانت به خدا و رسول خدا و دین خدا و خلق خدا گرفتار دردناکترین آتش ها خواهی شد. انکار عشق را چنون که به سرسختی پاسفت کرده ای دشنه ای مگر به آستین اندر نهان کرده باشی، که عاشق اعتراف را چنان به فریاد آمد که وجودش همه بانگی شد.